من 3 ساعت من داخل اتاق تنها بودم. بعد 3 ساعت که بیم خب خوب گیری پای یه خانم قنداق تو سنگ هست، خب در پشتم زد، کمرم زد، پاهم زد، هم متوجه که خونریزی میدونه دست خونریزی آقا که تا حال من خونریزی دارم، تا حال من از مریضی که مجبور نشدم. سرخط اخبار ایران. بیشترین زندانی خارجی در ایران افغان‌ها هستند. طالبان قاچاقچیان ایرانی هم در زندان ما هستند. همش برخوردهای زشت و برخوردهای هست که اصلا دلخوراش ناراحت کننده. از همه چیزها ما رنج می‌بریم. تا 12 سال قدم به ملاقات به هیچ نوع ملاقات نداشته باشی. خبر خوش به مهاجران افغانستانی در ایران. و کار هنرمند مهاجر افغان آمریکایی‌ها را شوکه ساخت. سلام و وقتتان بخیر. به این سرویس خبری از کانال نکسون پلاس خوش آمدید. مشروع اخبار. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و عدلیه جمهوری اسلامی گفته که بیشتر زندانیان خارجی در زندانهای ایران افغانها هستند. بر اساس آماری که او ارائه کرده از حدود 6900 خارجی در ایران دوران حبس خود را می‌گذرانند. به گفته اسکر جلالیان در اواخر ماه جوزا حدود 350 زندانی افغان از ایران به افغانستان انتقال داده شدند. این مقام ایرانی چندی قبل به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته بود که پس از افغانستان شهروندان پاکستان، عراق، ترکیه، هند و جمهوری آذربایجان شمار بیشتر زندانیان را در ایران دارند. جلالیان با اشاره به توافق دو جانبه میان مقام‌های ایران و طالبان افزود که افغانستان حدود 50% زندانیان ایرانی محبوس در آن کشور را به ایران تحویل می‌دهد. او اتهام‌های زندانیان ایرانی در افغانستان را قاچاق مواد مخدر، درگیری و نزاع محلی عنوان کرده است. او گفت که این زندانیان عمدتاً جرایم سیاسی ندارند. در همین حال این مقام وزارت عدلیه ایران از دیدار با دادستان کل طالبان در افغانستان نیز خبر داد. او گفت که در این دیدار دادستان کل طالبان گفته که کلیپ‌ها و فیلم‌های اطلاعاتی که به نام افغان‌ها علیه ایرانی‌ها نشر می‌شود کار بدخواهان هر دو کشور و هدفشان تخریب روابط دو کشور است. من 3 ساعت من داخل اتاق تنها بودم. بعد 3 ساعت که بیام خب گیری پای یه خانم قنداق تو سنگ هست، خب در پشتم زد، کمرم زد، پاهم زد، هم متوجه که خونریزی میدونه دست خونریزی آقا که تا حال من خونریزی دارم، تا حال من از مریضی که مجبور نشدم. آقای جلالیان با اشاره به آنچه که او شیطنت‌های مخالفین ملت افغانستان و ایران خواند گفت که امیدوار است این مسائل تأثیر منفی بر موضوع تبادل و انتقال زندانیان نداشته باشد. چندی پیش نیز معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت عدلیه ایران گفته بود که 101 زندانی افغان را به طالبان تحویل داده است. بیشتر زمانی که زندانیان افغان از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به طالبان تحویل داده شدند، نگرانی‌های مطرح شد که ممکن است شماری از آنها مخالفان این گروه باشد و حقوق و بشری آنها نقض شود. همش برخوردهای زشت و برخوردهای هست که اصلا دلخوراش ناراحت کننده. از همه چیزها ما رنج می‌بردیم. تا 12 سال قدم به ملاقات به هیچ نوع ملاقات نداشته باشی. در حالی که روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد کارت‌های آمایش و هویت اتباعی خارجی تا زمان صدور و ارائه کارت‌های هوشمند دارای اعتبار است. به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد با توجه به طرح اوکراینی هوشمند اتباع و مهاجرین خارجی، کارت‌های آمایش هویتی اتباع و مهاجرین تا زمان صدور و ارائه کارت‌های هوشمند دارای اعتبار است. در اطلاعیه آمده است با توجه به اجرای طرح اوکراینی هوشمند اتباع و مهاجرین خارجی و تمهیدات اتفاق شده در جهت ایجاد هماهنگی‌های فرادستگاهی و صدور کارت چند منظوری هوشمند اتباع خارجی و تداخل این موضوع با اعتبار کارت‌های آمایش هوشمند، کارت‌های فوق تا زمان ارائه کارت هوشمند دارای اعتبار می‌باشد. طراحی سامانه برای ساماندهی بیش از 5 میلیون اتباع خارجی در کشور، هم در شناسایی و هم در خدماتی که باید دریافت کنند و هم در سایر حوزه ها بتونه این سامانه مبنای عمل قرار بگیره. طرحی که در کارگاه ساماندهی هوشمند مهاجرین خارجی بررسی شد.
طرح آمایش 17 توسط اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران به منظور دریافت به‌روزرسانی اطلاعات آماری و تعداد پناهندگان افغانستانی در کشور در سال گذشته انجام شد. گفتنی است که تاریخ پایان اعتبار کارت آمایش 17 تا پایان خرداد ماه بوده است. به همین دلیل برخی از حساب‌های بانکی مهاجرین در روزهای اخیر و پس از پایان اعتبار کارت هویتی مسدود شده است و سرگردانی و دردسرهایی را برای اتباع خارجی به همراه داشته است. سازمان ملی مهاجرت در یک طرح جدید تمهیداتی در جهت ایجاد هماهنگی فرادستگاهی در نظر گرفته است، بدین صورت که تمام مهاجرین با داشتن یک کارت هوشمند به عنوان مدرک هویتی می توانند امور قانونی خود را انجام دهند. علی اکبر زاری، مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی قم گفته بود سیاست طرح حکمرانی هوشمند حوزه مهاجرین از سوی دولت ابلاغ شده و جلسات آن در سازمان ملی مهاجرت تشکیل شده و کارت‌های هوشمند ملی مهاجرین در حال آماده سازی و چاپ است. به گفته وی اجرای طرح فوق در آینده نزدیک و احتمالاً از تیر ماه و با معرفی یک اپلیکیشن و سامانه ویژه آغاز خواهد شد. با این حال حسیب اسپند، هنرمند افغان ساکن ایالت کالیفرنیا ایالات متحده، یک مرکز آموزش موسیقی را به هدف ترویج موسیقی اصیل افغانی ایجاد کرده است. هنرمند موسیقی میگوید که با ایجاد این مرکز میخواهد خلای ناشی از ممنوعیت فعالیت‌های آموزشی موسیقی در افغانستان را پر کند. حسیب اسپند، آهنگساز افغان، به صدای آمریکا گفت: ما در اینجا ستار نوازی، هارمینی نوازی، آوازخوانی، کیبورد، طبل نوازی و طول نوازی را به شیوه افغانستان تدریس میکنیم. حسیب اسپند، پسر استاد مجیب اسپند، ستار نواز افغانستان است. حسیب 8 ساله بود که وارد دنیای موسیقی شد و حالا یکی از آهنگسازان افغان است که سال‌هاست برای فیلم‌های سینمایی موسیقی ساخته است و اکنون تلاش دارد موسیقی افغانی را در میان افغان‌های ساکن آمریکا و شهروندان خارجی بیشتر رواج دهد. اسپند میگوید: من آرزو دارم موسیقی افغانستان به شکل بین‌المللی مطرح شود. هنوز جهان از موسیقی‌هایی که در داخل افغانستان از خبر نیست. ما بسیار ملودی‌های جالب داریم، راک‌های جالب داریم. وقتی که من همراه خارجی هم این موضوعات را شریک میکنم، برایشان بسیار جالب است. موسیقی که در 20 سال دوره جمهوری در افغانستان دوره شکافی خود را طی میکرد، با شروع حاکمیت مجدد طالبان حرام و ممنوع اعلام شد و دروازه های نهادهای آموزشی موسیقی هم بسته شد. اکنون شماری از هنرمندان افغان در تلاشند تا این موسیقی را در بیرون از افغانستان زنده نگه دارند. طالبان در دوره نخست حکمرانیشان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز نواختن و شنیدن موسیقی را حرام و ممنوع کرده بودند. افراد طالبان در آن زمان در محلات تلاشی نوارهای موسیقی را از مدرها ضبط می‌کردند، می‌شکستند و اشخاصی را که به موسیقی گوش می‌دادند مجازات می‌کردند. بعد از اینکه طالبان در اگست سال 2021 دوباره به قدرت برگشتند، اکثریت هنرمندان افغانستان را ترک کرده و به کشورهای دیگر پناه بردند. برخی از هنرمندانی که هنوز هم در افغانستان باقی ماندند با محدودیت‌های شدیدی روبرو‌اند. خیلی خوشحال هستیم که تا آخر این سرویس خبری با ما همراه بودید. لطفا نظرات نیکتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک و برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال نکسون پلاس رو سابسکرایب کنید. روزتون خوش و خدا نگهدار.